نمایندگان مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه سرکوب جامعه اقلیت بهائی ایران و نادیده گرفتن منشور جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. پیشنویس این قطعنامه سنا که پنجشنبه شب با حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به تصویب رسید، توسط 39 سناتور ارائه شده بود که علاوه بر آنها 38 سناتور دیگر هم به آن رأی مثبت دادند. این قطعنامه مستقیما خواستار آزادی 7 رهبر جامعه بهائی که از سال 2008 میلادی تا کنون در زندان به سر میبرند و همچنین تمام افرادی که به دلایل اعتقادات مذهبیشان در زندان هستند شده است. ایران آیین بهائی را به عنوان یک دین رسمی قبول ندارد و در سالهای اخیر تعداد زیادی از پیروان آن را بازداشت کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. پیشنویس این قطعنامه را کانادا تهیه کرده که از فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی انتقاد کرده است. در عین حال قطعنامه از تلاش‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای کاهش تبعیض علیه زنان و بهبود فضای آزادی بیان استقبال کرده. 81 کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت داده و 37 کشور هم رأی مخالف. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه و در قطعنامه‌ای که 81 کشور جهان به آن رأی مثبت دادند و باز هم در همین رابطه درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و همونطور که پیشتر هم گفتم، اما در این قطعنامه از حسن روحانی به خاطر تلاش‌هایش استقبال شده است. امیر حسین اعتمادی، فعال پیشین دانشجویی، به بخش فارسی صدای آمریکا گفته که انگیزه و توان کافی در دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نشده است. روحانی در زمینه حقوق بشر نه انگیزه خیلی ویژه‌ای داره که مسائل رو رو به بهبود ببره و نه کلا توانش رو داره و ما میبینیم که موضع‌گیری‌هایی هم که دولت نسبت به همین قطعنامه و مصوبه‌ای که در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شد، ما دیدیم که موضع‌تون رو اتفاقا خود وزارت خارجه دولت روحانی گرفت و همکاری نزدیک هم با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه داره. ما در طول این چند ماه هم که بعد از توافق برجام، توافق هسته‌ای مرور که می‌کنیم، می‌بینیم که وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده که از جهاتی بدتر هم شده. تعداد اعدام‌ها همینطور رو به افزایشه. در مورد اقلیت‌ها شاید یک با راه اندازی دستیار ویژه حقوق بشر در واقع یک حرکتی انجام شده، اما مسئله مهمتر اینه که برای نمونه بهائی‌ها در ایران همچنان حقوقشون به شدت نقض میشه و دانشجویان بهائی در 2.5 سال گذشته همچنان محروم از تحصیل بودن، اخراج شدن از دانشگاه‌ها در همین دولت روحانی. خب این اصولا این قطعنامه حقوق بشر رو من این نکته رو می‌خوام اضافه کنم که به نظر من خیلی چندان اهمیت نداره چون الزام‌آور نیست. این تا زمانی که یک کار در مسئله حقوق بشر نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و جوامع حامی حقوق بشر کشورهای آزاد یک اقدام الزام‌آوری انجام ندن، ما اون چیزی که در مورد پرونده هسته‌ای شد، ما شاهد تغییرات گسترده و بهبود وضعیت حقوق بشر ایران نخواهیم بود.